سال 58، سال تشکیل سپاه، جهاد سازندگی و چند نهاد دیگر انقلابی بود. اسماعیل خیلی دلش می‌خواست درسش را ادامه بدهد، اما فعلا زندگی و درس و همه چیزش شده بود انقلاب. یک نسخه از اساسنامه جهاد سازندگی را که دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه‌ها تنظیم کرده بودند، برداشت و رفت آقاجاری که با چند تایی از دوستانش آنجا جهاد سازندگی راه بیندازد. اما هنوز چند ماه بیشتر از شروع کار جدیدش نگذشته بود که در مرداد 58 به او حکم جدیدی دادند. مسئولیت تشکیل سپاه پاسداران آقاجاری. به ایشون گفتیم باید چیکار کنیم؟ گفت ما الان باید بریم ببینیم برای انقلاب چیکار میتونیم بکنیم. هر وقت فرصت کردیم برمیگردیم و میریم به اصطلاح دنبال کارهای شخصیمون. و بهترین فرصت الان ما سپاه رو راه بندازیم. تابستون سال 58 ایشون بنیانگذار سپاه توی شهر بود. ایشون بود و بعد آقای ایرانپور بود از دوستای ما و من. سه نفر سپاه رو راه اندازی کردیم توی شهرمون که دیگه نیروها رو جذب کردیم. آقاجاری به نسبت اهواز شهر کوچکی بود. اهواز هم به نسبت خوزستان کوچک بود. اینجا مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز است. یک سالی که از فرماندهیش در آقاجاری گذشت، برای تشکیل سپاه پاسداران خوزستان به کمک علی شمخانی رفت که داشت در بقیه شهرستان‌های استان خوزستان سپاه تأسیس می‌کرد. آنجا اسماعیل شد مسئول دفتر هماهنگی استان. با شناختی که اسماعیل از نیروهای انقلابی استان داشت، از پس این کار خوب برمی‌آمد. اول تیر ماه سال 1361 اسماعیل به سپاه منطقه 1 مأمور شد و مسئولیت مهم یگان حفاظت شخصیت‌ها را در قم و استان مرکزی به عهده گرفت. منافقین و ضد انقلاب دست به کار ترور شخصیت‌ها و افراد مؤثر نظام و هر کس چهره‌اش به حزب اللهی‌ها می‌خورد شده بودند و کسی باید جلویشان را می‌گرفت. منافقین سال 60 و 61 شروع به ترور مسئولان کشور کردند. ائمه جمعه، روحانیت و مسئولان کشور را ترور می‌کردند. ما ایشون رو مأموریت دادیم که بره در قم و طریقت یگان حفاظت قم رو درست کنه، چون خبرهایی به ما داده بودن که اینا میخوان همزمان 5-6 تا از مراجع رو و تعدادی از شاگردان امام رو به شهادت برسونن و نوع قدرت نمایی در قم رو انجام بدن که خبرش هم در دنیا منعکس بشه که نظام جمهوری اسلامی حتی مرکز خودش که قم رو هست هم نمیتونه اداره بکنه، چه برسه به اینکه کل کشور رو بخواد اداره بکنه. لذا ما ایشون رو فرستادیم، تونست یه یگان حفاظت خوبی رو به وجود بیاره و دو سه تا حرکت‌های مشکوک رو در نطفه خاموش کردن و جلوی ترورها رو گرفتن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. تا او فرمانده بود با تدبیر و درایتی که به کار برد، هیچ ترور و سوء قصدی از طرف منافقین در این دو جا پیش نیامد. تا اینکه با فرار بنی صدر و رجوی کم کم قضیه منافقین هم فیصله پیدا کرد. وقتش بود دوباره اسماعیل به جبهه برگردد، به خصوص که حالا امام هم روی این موضوع تأکید کرده بود. در جنگ ما با یک عدم الفتح های مواجه شدیم و امام چند تا پیام در حقیقت جهادی دادن که واجب همه نیروها به جبهه برن. ایشون از من تقاضا کردن که با توجه به اینکه امامی حرف زده، من در خودم تکلیف میدونم برم جبهه، شما اجازه بده من برم جبهه. منم بهش اجازه دادم، اومد در یکی دو تا عملیات بود. دوباره ما ایشونو برگردوندیم، گفتیم شما بیایید یک آموزش فرماندهی رو درست بکن، چون اونجا در حقیقت قبل از عملیات خیبر
بود که من متوجه شدم ما تعداد فرماندهانی که داریم یکی پس از دیگری یا شهید میشن یا جانباز میشن و ما هم صرفا فرماندهان رو داریم در دوره عملیات داریم تربیت میکنیم و فرمانده سازی انجام میدیم. چند تا عامل بود که من ایشون رو برای ماموریت انتخاب کردم. یکی اینکه اصلا تیپولوژی آقای اسماعیل همونطور که عملیاتی بود در این حال آموزشی هم بود، یعنی خیلی خوب میتونست آموزش بده افراد رو و این رو از دوره نوجوانی در هنرستان شناخته بودم ایشون رو. مسئله دوم تسلطش بر مباحث بود، مباحث نظامی رو هم عملا میدونست هم میتونست مطالعه بکنه و یاد بگیره. و مسئله سوم هم اون جنبه اعتقادی و عقیدتی و اخلاص اسماعیل کمک میکرد که ما فرماندهان با انگیزه شهادت طلبی رو انتخاب کنیم و آموزش بدیم. این عوامل باعث شد که من اسماعیل رو به عنوان فرمانده آموزشگاه فرماندهی در سپاه که اولین بار بود که تأسیس میشد، چون تا قبل از اون ما فقط آموزش پاسداری و آموزش بسیج میدادیم، این اولین دوره تخصصی بود که حالا میخواست در سپاه راه اندازی بشه، اونم در سطح تربیت فرمانده، کار بسیار مهمی بود. ایشون رو انتخاب کردیم و حکم دوره مالک اشتری رو من برایشون صادر کردم.